سلام به همه شما، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. جواد شهنواز هستم با ویدیو دیگری از تودی انیماتور در خدمت شما عزیزان. خب توی این ویدیو ما میخواییم بحث فریم بای فریم رو توی سه ورژن از نرم افزار موهو بررسی بکنیم. یکی ورژن موهو 12، یکی 13 و یکی هم 13.5. این نکته رو اکثر شما میدونید که موهو یک نرم افزار بسیار قوی در بحث کات و دیجیتال هستش، اما در بحث فریم وای فریم همیشه این نقد بر اون وارد بوده که قدرت زیادی نداره و مانور خاصی نمیشه توش داد. خب نقد به جایی هم هستش، چون این نرم افزار برخلاف قدرت فوق العاده بالایی که توی ریگ بندی و استخوان گذاری داره، توی فریم وای فریم واقعا اونقدر قوی مثل نرم افزار مثل ادوب و ادوب انیمیت و بوم هارمونی نیستش. ولی خب سعی کرده این بخش رو هم تا حدود پوشش بده، حداقل واسه انیمیت افکت های مثل آتش، دود و مواد اینچنینی گزینه بدی نیستش. حالا امروزی بررسی میکنیم این بخش رو در این سه تا نرم افزار، ببینیم چه تفاوتی با هم دیگه دارن و چه تنظیماتی دارن، تا ببینیم کدوم یکی از این سه ورژن برای فریم بای فریم گزینه بهتری هستش، چون من دقت کردم دیدم یک تفاوت های با هم دارن، حداقل نسخه 13 حتی با سیزانی هم متفاوته و شاید بهتر باشه کسی که بخواد فریم بای فریم با موهو کار بکنه یه ورژن نصب داشته باشه که بتونه با کمک اون کارهای بهتری رو بسازه. تو نسخه 12 یا 12.5، حالا من 12 ازش یاد میکنم، شما به خاطر اینکه تونید فریم بای فریم کار بکنید میامدین در این قسمت و گزینه فریم بای فریم رو انتخاب میکردین، یه پوش مانندی واسه تون میساخت اسم رو حالا هر چی خواستین میذاشتین و بعد در اینجا این گزینه ها واسه شما ظاهر میشد و شما با انتخاب این گزینه یک فریم تعریف میکردیم و شروع میکردیم به طراحی کردن در اینجا. خب از ابزارهای خیلی پرکاربرد این بخش این ابزار فری هند هستش. این ابزارها که ما داریم اد پوینت و شکل ها و اینها، خب اینا میشه توی بخش های دیگه استفاده کرد. تو فریم بای فریم هم باز به همین صورت واسه طراحی های یک مقدار تر تمیز هستن، ولی اگه بخوایم خیلی راحت و با دست آزاد طراحی بکنیم ابزار فری هند رو اینجا داریم که خب شما میتونید خیلی راحت هر آن چیزی که دوست دارین رو طراحی بکنید. توی تنظیماتی که اینجا وجود داره خب شما میتونید نوع خط رو مشخص بکنید که ضخامتش به چه صورت باشه. اگر از قلم نوری استفاده میکنید میتونید یوز پین پرشر رو بذارید که فشار قلم مشخص کنه. اگر که ندارین و ضخامت خط رو نمیخواین که خب از همه حالت معمولی میذارین که ضخامت یک دستی داشته باشه، و اگر هم از رندوم استفاده بکنید برای شما به اساس نیاز سیجاشو بولد میکنه، سیجاشو نازک میکنه که خب جذابیت خاص خودش رو داره. میایم اینجا دو تا قسمت داره، تپر استارت و تپر اند. اینها اگر فعال نباشن خطی که شما میکشین اول و آخرش رو اگه دقت بکنید کاملا یک دست تقریبا، حالا چون روی رندوم یکم بالا پایین میشه در صورت حالا، ولی وقتی تپر فعال باشه شما وقتی خط میکشید اگر تپر استارت باشه اولش رو فعال میکنه، اولش رو نازک میکنه، و اگر تپر اند باشه اونم فعال باشه، جفتش با هم دیگه هم اول و هم انتهاش رو نازک میکنه، تا حالا واسه طراحی ها اگر کسی جذاب بود واسهش از این شیوه استفاده بکنه. و میایم در قسمت اسمود، در قسمت اسمود من اسمود میذارم روی 0 و بعد میام اینجا یک همچین حالتی رو طراحی میکنم. اگه دقت کرده باشین یه همچین شکلی میشه، تقریبا همون شکلی تو میسازه. بعد میایم اینجا و در قسمت اسمود من اهرام رو میارم جلو تا خیلی بالا و بعد دوباره همچین شکلی رو میکشم. ببینید این بار خود نرم‌افزار سعی میکنه میزان لرزش رو کم بکنه تا جایی که ممکن هستش. یعنی اگه شما بخواید یه خط خیلی صاف بکشین بهترین گزینه واسه شما این هستش که بیاین و اسمود رو بیشتر بکنید. یه گزینه دیگه اینجا هستش واسه کاهش نقاط. خب من اینو میذارم 0 و اینجا یک خط میکشم. وقتی شما این خط رو میکشید هر آن چیزی که کشیدین همون باقی میمونه، همون تعداد نقاطی که تو کار وجود داره. ولی اگر این پوینت ریداکشن رو عددش رو بذارین بیشتر از 0 و بعد طرحی رو بکشین، خود نفسا میاد سی خطا رو کم میکنه. خب این واسه خیلی جا اصلا خوب نیستش، ولی خب ممکنه بعضی جا به دردتون بخوره و شما میتونین تنظیم رو دو صفر بذارین که راحت‌تر همون چیزی که دوست دارین رو طراحی بکنی بدون که نفسا بخواد ازش فریم کم بکنه. توی این تنظیمات این گزینه‌ها رو حالا انتخاب کردیم، بعد سه گزینه دیگه اینجا وجود داره، اتو ولد که باهاش آشنا هستین، اگر شما اول و آخر یک خط رو به هم دیگه نزدیک بکنید میبنددش و تبدیل میکنه به یک شکل. ولد اندم باز همون کار رو انجام میده
و مشابه همون هستش، حالا تفاوت جزئی داره ولی خب بسیار کلی یکیه. ولی گزینه بهترش گزینه اتوکلوز هستش که اگه شما اتوکلوز رو فعال بکنید، خطتون در هر جا که باشه و ولش کنید، شکلتون رو به صورت شکل بسته تبدیل میکنه، که خب شما میتونید واسه خیلی جا از این گزینه استفاده بکنید. پس بر اساس نیاز میتونید از هر یک از این مدل ها استفاده بکنید. خودت با هم دیگه ادغام کردن اتو فیل تو استریک هم هستش و همین. توی موه 12 و 12.5 ما تنظیمات پیچیده واسه فریم بای فریم نداریم، یه ابزار واسه طراحی داریم که میشه ازش استفاده کرد. و قسمت در اینجا که این قسمت تایملاین فریم بای فریم توی تمام نسخه ها یکسانه، یعنی توی چه 12 چه 12.5 چه حتی 13.5 این همین شکل تغییر خاصی توی این قسمت وجود نداره. خب بریم سراغ نسخه 13 ببینیم اونجا چه خبره. خب در نسخه 13 نرم افزار موهو خب یک مقدار تغییرات ایجاد کردن و یک بازی صحبت شده بود در مورد بیت مپ انجین این نسخه، یعنی که امکان طراحی به صورت بیت مپ و رستر رو توی نرم افزار موهو ایجاد کرده بودن. این چیزی بودش که سازندگان این نسخه اعلام کرده بودن. خب میریم بررسی میکنیم. ابتدای امر شما میایین اینجا و در این قسمت قسمت فریم بای فریم رو دارید. اینجا یک تو مهدواز اینو ما نداشتیم، ولی اینجا میتونید انتخاب و انجام بدین که آیا میخواید فریم بای فریم تو مثل وکتور باشه مثل ایمیج باشه. خب این قسمت جدیدی هستش که اینجا لحاظ شده تو نسخه 13. شما میتونید تعریف کنید وکتور باشه ایمیج. وکتوری که بزنید دقیقاً همون تنظیمات مهدواز رو میاره که خب تقریبا همون هاست، فرق خاصی نده. ولی وقتی ایمیج رو بزنید اینجا ازتون میخواد که یه لایه ایمیج اینجا تعریف بکنید. خب ما اینجا یه لایر میزنیم مثلشو میذاریم تست و حالا عرض و طولش هم مشخص میکنیم به همون 720. یه فولدر هم در نظر میگیریم میکنیم این پوشه رو میسازه به خاطر اینکه شما وقتی اینجا طراحی میکنید این هر فریم شما رو یک تصویر بیت مپ میگیره و تو خود نرم‌افزار ذخیرهش نمیکنه، تو اون پوشه که شما تعریف کردین ذخیرهش میکنه. خب وقتی که این کار رو انجام بدین صفحه شما تقریبا حالا تموم ظاهر است، ولی یه سری ابزار اینجا تحت عنوان بیت مپ ایجاد میشه. توی قسمت اولش که یه براش داریم، قسمت سطل رنگ بودیم، قسمت پاکن تقریبا همین سه تا ابزاره. اما با قسمت براشش یه سری براش های خوبی داره اینجا واسه طراحی. در چند قسمت دراو که واسه طراحی و کشیدن، این که واسه بازکشی و تمیزکشی، پینت هم که واسه طراحی و رنگ‌آمیزیه، سابستنس واسه ذرات مثلا برگ و گیاه و علف و چیزایی مثل این بخوایم بکشیم، و تون ها هم هستش واسه کارهای شبیه کارهای کومیک هستش، حالا یه سری تکسچر هایی که واسه این کار وجود داره، یه همچین حالت هایی. و خب جذابیت هایی هستش که توی کسایی که کومیک کار میکنن ممکن واسه شون به درد بخوره. پس اینجا شما میتونید بر اساس نیاز هر براش رو که خواستین انتخاب بکنید. به عنوان مثال این براش به این حالت، خیلی هم براشش داینامیکه، خیلی در حال چرخش هم بخاطر اینکه داینامیک هستن. سایز رو اینجا مشخص میکنید، سایز براش رو که چقدر باشه، و شروع میکنه به طراحی کردن. اگر از قلم نوری استفاده کنید خب میتونید خیلی کارهای بهتری انجام بدین. بیایم در قسمت آپشن. در قسمت آپشن فاصله بین حالتهای قلم رو مشخص میکنید. بذار ببینم اسپودی ببینید، شما هرچی فاصله بین نقاط بیشتر باشه وقتی خط رو میکشیم فاصله ها رو ببینید هی بیشتر و کمتر میکنه. من باز دوباره میام اینجا فاصله رو کمتر میکنم تا یه نکته دیگه اینم اینه که خارج از کادر چیزی نمیکشه تو نسخه بیت مپ. وقتی میخواین طراحی بکنید تو وکتور شما رو خارج از کادر نمیکشید، ولی اینجا نه، فقط داخل این محدوده کادر رو میکشه و خارج از اون چیزی نمیکشه. قسمت اسموت رو داریم که به ما امکان این رو میده که خطوطی که میکشیم خطوط نرمی باشن، حرکاتش حرکات نرم باشن. خب اینم حالا زیاد چیز مسئله خاصی نیستش. فشار قلم رو داریم، حالا نوع رفتار خط رو میشه مشخص کنیم. فشار قلم رو داریم، سرعتش رو داریم و جهتش رو داریم که همه اینها اینجا تعریف میشن. حالا بر اساس اینا استفاده کرد. رنگ، سایز و اوپاسیتی هم که خب میدونید شما میتونید کم رنگ یا پر رنگ بکشین کارتون رو، بر اساس نیاز میتونید این باش حالا بربرین. در قسمت مدل ها شما اگر فتوشاپ کار کرده باشیم، ما یه سری مود های رنگی داریم، یه سری مود ها داریم که میشه توی ترکیب لایه ها ازشون استفاده کرد. بذار من پاک کنم، پاک کن رو برمی دارم و پاک کنم، چیز خاصی نداره، یه سایز داره، یه اپاسیتی داره و یه هاردنس داره. هاردنسش هم به خاطر اون
لبه هایی هستش که میتونی لبه ها رو تیز پاک کنه و لبه ها رو نرم پاک کنه. اگر با فتوشاپ کار کرده باشی این گزینه واسه خیلی راحت. بذار من بیام اینجا اول یه لایه فریم ایجاد بکنم واسه خودم، چون داریم فریم بای فریم کار میکنیم. این قسمتش که همون حالت داره، زیاد تفاوت خاصی نداره، واسه دلیت کردن هم، اینم واسه اضافه کردن، اینم واسه کپی گرفتن فریم. خب من اینجا یه توپ رو تعریف میکنم، میرم توی فریم بعدیم، آنیون اسکین رو فعال میکنم و حالا توپ رو یک مقدار حرکت میدم، میرم جلوتر، دوباره فریم بعدی و هی این توپ رو باش بازی میکنم، خیلی راحت اون حالت فریم بای فریمی که دوست دارم رو تعریف کنم. خیلی راحت میشه براش رو حرکت داد، خوبه، اینش حرکت خوبیه. از تا اینجا این اوکی مشکل نداره و تکسچرینگش هم خوب نشون میده. حالا میام اینجا توی مودها، من مود رو میام میذارم روی مولتیپلای و رنگ رو میذارم رنگ قرمز و میام روی این سوژه خودم طراحی میکنم. میبینید رنگ به این صورت خودش نشون میده. حالا میام اینو میذارم رو نرمال و دوباره این کارو انجام میدم. این رنگ و این رنگ هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، فقط مودشون با هم فهم کنه. توی مود مولتی پلی میاد دارکی ها رو بیشتر بولد میکنه و اگه دقت کرده طور طراحی میشه انگار این سیاهی بالای اینه، ولی تو نرمال نه، خیلی رنگ معمول این کارو انجام میده. باز توی مثلا فرمت های دیگر اسکرین هم باز به همین صورت نوع رنگ گذاریش که متفاوته و و و گزینه های بسیار زیادی که توی مدل های متفاوت وجود داره. اگه با فتوشاپ کار کرده باشین این مودها خیلی کاربرد دارن و خیلی مهمن. حالا واقعا توضیح دونه دونه شون خیلی وقت گیرتر میشه و من بهش نمیپردازم. و یه گزینه دیگه اینجا داره تحت عنوان لاک ترانسپرنتی، این خیلی گزینه خوبیه. این گزینه میاد چیکار میکنه؟ میاد اون محدوده ای که شما انتخاب کردین، یعنی طراحی کردین، داخلش رو رنگ میکنه ولی خارج از اون رنگ نمیکنه به این صورت. حالا نگاه بکنید، من رنگ سبز رو برداشتم ولی رنگ من تمام به رنگ زرده. چرا؟ چون اینجا من لایتن رو دارم و این متفاوت میشه، یعنی با یک تغییر مود میشه تغییر داد. میبینید فقط تو همون محدوده ای که من مشخص کردم. چرا؟ چون لاک ترانسپرنتی، ترانسپرنسی مشخصه، تعریف شده اینجا که آن چیزی که وجود داره روش میکشه ولی آن چیزی که وجود نداره چیزی روش نمیکشه. و کالر هام که اینجا مود هام که مشخص شد به چه صورت باشه. میبینید این رنگ اصلشه، مود کالر باشه با این کالتو میکنه، مود لایتینگ باشه این رنگو تغییر میده و چیزای مثل این. پس نرم‌افزار موهو 13 تو بحث فریم بای فریم خیلی گزینه‌های خوب و پرکاربردی و اینجا آورده بود. حتی شما اینجا اخته بیاین توی فریم صفر و بخواین یه لایه جدید ایجاد بکنید، ایمیج رو وقتی بزنید ازتون میپرسه که آقا شما میخواین ایمیج اینجا بسازین یا میخواین ایمیج وارد بکنه. اگه میخواین ایمیج وارد بکنه که خب مثل حالتی که تو موهو قبلا داشتیم میخوایم یه عکس از فتوشاپ یا عکس معمولی وارد بکنیم، بروز میزنیم انتخاب میکنه. ولی اینجا نه، ازتون میپرسه میخواین این کارو بکنیم یا نه، که خب من خیلی از این کار خوشم اومد و توی موهو 13 واقعا این خوب بودش. حالا میریم سراغ موهو 13 و نیم. خب توی موهو 13 و نیم ما میام در این قسمت و باز دوباره گزینه فریم بای فریم رو انتخاب میکنیم و بینگو، یه اتفاقی افتاد، اونم اینه که به نظر ما آن چیزی که در موهو 13 داشتیم رو دیگه نداریم. یعنی توی 13 و نیم حداقل این نسخه که من دانلود کردم، نمیدونم توی نسخه شما هم همینه یا نه، ولی نسخه که من دانلود کردم و دارم استفاده میکنم که همون 13 و نیم هم هستش، قسمت فریم بای فریمش انگار برگشته با حالت نسخه 12، یعنی انگار سازندگان پشیمون شدن از این قضیه و خب این خوب نیستش، چون من دوست داشتم اون قسمت 13 رو، ولی اینجا الان همون گزینه هایی هستش که دقیقا توی نسخه 12 ما داشتیم، دقیقا همون گزینه هستن، همون طراحی به سبک وکتوری و هیچ گونه نکته دیگری وجود نداره. حتی روی ایمیج هم وقتی بزنید دیگه ازتون نمیپرسه که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، مثل 12 اون قسمت رو میاره. خب این حالا نکته بودش که توی موهوی 13 و نیم تو بحث فریم بای فریمش وجود داره. میدونم که اکثر شما اطلاع دارین که موهوی 13 و نیم یه سری تغییرات ایجاد کرده که اکثر این تغییرات تو بحث استخوان گذاری هستن، تو بحث استخوان گذاری باد رو آورده، چیزای مثل این و خصوصا روی استخوان‌های مجازی خیلی کار کرده. خب این خیلی خوبه، حالا ما بهش میپردازیم توی یک ویدیو دیگری، چون توی این ویدیو می‌خوام فقط در مورد فریم بای فریم تو نرم افزار موهو صحبت کنیم، واسه همین به اون قضیه الان نمیپردازیم.
در صورت توی ماه و 13.5 به نظر میاد که ما اون بخش خیلی خوبی رو که توی ماه و 13 داشتیم رو دیگر نداریم و من اینو دوست ندارم، چون به نظر من حیفه، خیلی گزینه خوبی بود و میشد کار خوبی باش انجام داد که اینجا متاسفانه وجود نداره. یکی از دلایلی که نسخه 13.5 موخو خیلی سریعتر وارد بازار شد و آمد به خاطر همین قضیه بحث بیت مپ هستش که در نرم‌افزار موخو 13 است. با اینکه من این قسمت رو خیلی دوست دارم و خیلی گزینه خوبی هستش، ولی این بیت مپ انجینی که تو 13 گذاشتن روی عملکرد بخش‌های دیگه اثر گذاشت، مخصوصا تو بحث لایه‌ها توی قسمت اکشن پنل اینها خیلی اثر بد گذاشت و متاسفانه خیلی باگ پیدا کرد. موخو 13 قطع میشد، هی میپرید، هی دوباره جای مشکل میشد و حتی خود سازندگان اینو گفته بودن که ترجیح بر اینه که کسانی که با 13 کار میکنن برگردن به نسخه 12 12.5، همون نسخه 12.5 که الان میگم 12، نسخه 12.5، چون این باگ ها نداره و در تلاش هستن که نسخه 13.5 رو بدن. و خب دیگه نسخه 13.5 رو دادن و کلا برداشتن قسمت بیت مپ انجین رو که من خیلی میگم باهاش ارتباط برقرار کردم و خیلی خوب بود، ولی تو پروژه بزرگ خیلی ایراد ایجاد میکنه. تو پروژه کوچیکی که کار کردیم ولی درستی مشکل ایجاد نکرد، ولی مشکل زیاد ایجاد میکنه. تو نسخه های ویندوزش بیشتر این مشکل، یعنی تو نسخه های مکش ظاهرا این ایرادات خیلی کمتر هستش، ولی توی نسخه ویندوزش ایرادات خیلی زیادن و این از مواردی بود که باعث شد که تو نسخه 13.5 قسمت انجین بیت مپ رو حذف بکنم و برش گردونم به همون حالتی که نسخه قبل یا همون 12.5 این رو داشتش، که تنظیماتش همونه و هیچ تفاوت خاصی دیگه نداره. و اگه شما میخواییم فریم بای فریم توی این بخش کار بکنید، باید با همون چیزهایی که توی قسمت موه 12 داشتیم بخش رو هم طی بکنیم. اگر شما کار سبکی انجام میدین، به نظرم بد نیستش از قسمت بیت مپ نرم‌افزار موهو استفاده بکنید. توی نسخه 13ش جذابیت های خاص خودش رو داره و بد نیست یکم باش ور بدین. احتمال زیاد این بخش رو دوباره باز خواهند گردون. توی نسخه های بیشترش ممکنه 14 14.5 اینو برمیگردونم، مطمئنم، چون خیلی خوب بود. الان چون مشکل پیدا کرد مجبور شدن تو نسخه 13.5 حذفش کنم، ولی من مطمئنم که در حال تلاش هستن که اینو ارتقا بدم و برش گردونم. پس منتظر باشین و بد نیست با نسخه 13 یکم ور برین که اون موقع که نسخه جدیدتر اومد یکم باش آشنا باشین با نسخه بهترش. و اگر یکی از طرفداران انیمیت فریم بای فریم هستین ولی میخواین این کار تو موهو انجام بدین، فعلا در حد همین تنظیمات ساده که امکان انیمیت فریم بای فریم وکتور رو میده اکتفا بکنید و بتونید ازش استفاده بکنید تا نسخه بهتری که بشه روی فریم بای فریم کار کرد. اگر پروژتون سبکه میتونید با همون موهو 13 این کار رو انجام بدین، در غیر این صورت باید سب بکنید تا نسخه باگ گیر شدهش، یعنی نسخه‌ای که بهتر شده باشه و باگاش گرفته شده باشه، ارائه بشه و از اون استفاده بکنید. خب امیدوارم که این ویدیو واسه شما مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. به موارد نسخه 13.5 بحث استخوانش خواهیم پرداخت به وقتش انشالله و به امید خدا هفته دیگر در خدمت شما خواهیم بود و ویدئوی دیگری. امیدوارم که روز خیلی خوب سپری بکنید. روزتون خوش. خدا نگهدار.